به نام خداوند بخشاینده و مهربان و با تقدیم سلام به یکی دیگر از ویدیوهای کانال جنرال انفو خوش آمدید. آرزومندیم تا پایان ویدیو ما را همراهی نموده و برای حمایت از ما این کانال را نیز سابسکرایب نمایید. لوی پاسوال، میر امان‌الله گذر، نماینده منتخب مردم کابل در ولسی جرگه، با دکتر عبدالله رئیس اجرایه و رهبر تیم ثبات و همگرایی عصر دیروز دیدار نمودند. همچنان در یک پست دیگر رحمت الله نبیل در صفحه رسمی فیسبوک چنین نگاشته است: محترم دکتر عبدالله رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی و رئیس تکت انتخاباتی ثبات و همگرایی به منزل انجینر رحمت الله نبیل رئیس تکت انتخاباتی امنیت و عدالت تشریف آوردند و دیدار و ملاقات نمودند. در این ملاقات محترم دکتر عنایت الله بابر فرهمند و محترم اسدالله سعادتی معاونین انتخاباتی ثبات و همگرایی، همچنان محترم فضل احمد معنوی و محترمه فرخنده زهرا نادری اعضای ارشد تکت انتخاباتی ثبات و همگرایی، جناب محترم دکتر عبدالله را همراهی می نمودند. در این دیدار دو طرف روی موضوعات مهم انتخابات شش میزان سال روان و اوضاع جاری کشور بحث و تبادل نظر نمودند. این در حالی است که چند قبل رحمت الله نبیل گفته بود. منبع خبر طلوع نیوز: نبیل اینستیتوت مؤثریت دولت ها در انتخابات مداخله کرده است. بر بنیاد سندهای رسیده به طلوع نیوز، اینستیتوت مؤثریت دولت ها در سالهای اخیر چندین پروژه را با حکومت افغانستان به ویژه با وزارت مالیه داشته است. رحمت الله نبیل نامزد انتخابات ریاست جمهوری و رئیس پیشین امنیت ملی اینستیتوت مؤثریت دولت ها را که یک نهاد امریکایی است و در سال 2013 از سوی رئیس جمهور غنی ایجاد شده است، به مداخله در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان متهم می سازد. آقای نبیل در سلسله تویت هایی که کرده، این نهاد را همچنان به پرداخت غیر قانونی پول به حلقه داخلی در ارگ ریاست جمهوری و نزدیکان رئیس جمهور غنی متهم کرده است. رحمت الله نبیل نگاشته است که این اینستیتوت با استفاده از دسترسی بی پیشینه‌اش به نهادهای گوناگون در ایالات متحده آمریکا و دیگر حکومت‌ها و سازمان‌ها به گونه غیر قانونی برای اشرف غنی لابیگری کرده است. نبیل در یک نوشتهش در تویترش با گرفتن نام جان بس سفیر آمریکا در کابل، خواستار بررسی بیدرنگ مداخله این نهاد در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان شده است. گلبدین حکمتیار، نامزد دیگر انتخابات ریاست جمهوری، دریافت حقوق از سوی سرپرست وزارت مالیه را از این نهاد انتقاد میکند. آقای قیومی و معاملهش با رئیس جمهور، به نظر من حکومت و معاملهش با مردم، با امانتهای مردم و سرمایه های ملی دقیقا مانند این میشمارم که یک دسته دزدها، دزدان مسلح بیرحم و خدا نترس برای یک قریه در دامنه یکو مسلح میشود که فریاد اهالی قریه را هم هیچ کس نمیشنوند. در امین حال سفیر اتحادیه اروپا در کابل درباره دریافت حقوق دلاری نامزد وزیر مالیه از اینستیتوت مؤثریت دولت ها را میگوید که اتحادیه اروپا موضع گیری نیرومندی را برای مبارزه با تخصیص نادرست پول در هر بخشی که باشد دارد. پیری مایدون سفیر اتحادیه اروپا در افغانستان در این باره بیان داشت: آنچه را که بسیار رسمی در این باره گفته می توانیم این است که به هیچ شک موضع گیری نیرومند اتحادیه اروپا و کشورهای عضو در همه جا به شمول افغانستان این است که از مبارزه با مدیریت نامناسب مالی و مبارزه با هر گونه اختصاص نادرست پول در هر بخشی که باشد پشتیبانی میکنند. اتحادیه اروپا و بریتانیا در گروه ضد فساد در این کشور فعالانه کار میکنند. با این همه دسته انتخاباتی محمد اشرف غنی اتهام ها را درباره مداخله اینستیتوت مؤثریت دولت ها در انتخابات رد میکند. نجیب دانش سخنگوی دسته انتخاباتی اشرف غنی اظهار داشت: از آغاز پیکارهای انتخاباتی تا به حال ده ها مورد اتهام را آقای نبیل با آدرس تیم دولت ها وارد کرده است که همه ایشان بی بنیاد ثابت شده است.
ناتوانی کمیسیون در تعیین تاریخ اعلام نتایج نخستین انتخابات. تا کنون معلوم نیست که نتایج نخستین انتخاباتی ریاست جمهوری چه زمان اعلام خواهد شد. در پی تأخیر در اعلام نتایج نخستین انتخابات ریاست جمهوری روز یکشنبه 28 نیسان، مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات چندین نشست برگزار کردند تا تاریخ جدیدی را برای اعلام نتایج نخستین تعیین کنند، اما موفق نشدند. تا کنون معلوم نیست که نتایج نخستین انتخابات ریاست جمهوری که بر بنیاد جدول زمانبندی کمیسیون مستقل انتخابات قرار بود بر روز شنبه 27 میزان اعلام شود چه زمان اعلام خواهد شد. اما مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات میگویند که این نتایج در چند روز محدود آینده اعلام خواهد شد. رحیمه ظریفی عضو کمیسیون مستقل انتخابات در این باره گفت: من نمیخواهم یک چیزی که دقیق نباشد به مردم افغانستان بگویم. امروز تا به عصر و یا تا به فردا به ما وقت بده دقیق که ما تا چند روز بعد میتوانیم نتایج ابتدایی را اعلام کنیم و با مردم افغانستان شریک بسازیم. رئیس کمیسیون مستقل انتخابات شب گذشته گفت که تأخیر در اعلام نتایج نخستین انتخابات از بهر مشکلات تکنیکی در روند انتقال اطلاعات دستگاه‌های شناخت بایومتریک به بانک اطلاعات مرکزی این نهاد به وجود آمده است. محمد اشرف غنی نامزد انتخابات ریاست جمهوری و رئیس جمهور کنونی از تأخیر در اعلام نتایج نخستین انتخابات ریاست جمهوری استقبال کرده است. در همین حال ناظران دسته های انتخاباتی نیز به نحوی از تأخیر در اعلام نتایج نخستین انتخابات راضی هستند. محمد یونس نواندیش ناظر دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی گفت: ما در این تأخیر کدام تشویش نداریم و برای ما چیزی که بسیار زیاد مهم است مسئله شفافیت این روند است. داوود سلطانزوی ناظر دسته انتخاباتی دولت ساز نیز بیان داشت: کمیسیون حق دارد که به خاطر تامین شفافیت بعضی از کارها را بکند، اما شفافیت و تقویم هر دو باید در یک ترازوی بسیار حساس توسط کمیسیون باید بررسی شود. کمیسیون مستقل انتخابات میپذیرد که هنوز هم 495 حافظه دستگاه های شناخت بایومتریک و 186 دستگاه های شناخت بایومتریک ناپدید شده است. حکمت چار میلیون ها دلار به سود یک نامزد در انتخابات هزینه شده است. منبع خبر طلوع نیوز. حکمت چار می افزاید که در حدود 1,000,000 رای غیر بایومتریک در یک صندوق ریخته شده است و کمیسیون باید به این پاسخ بدهد. گلبدین حکمت چار نامزد انتخابات ریاست جمهوری روز یک شنبه 28 میزان در یک نشست خبری از هزینه شدن 10,000,000 دلار به سود یک نامزد در انتخابات سخن می زند. حکمتیار از این نامزد نام نبرد، اما ادعا دارد که یکی از دسته های انتخاباتی تا 4,000,000 دلار برای برگزاری یک نشست در جریان پیکارهای انتخاباتی هزینه کرد، اما این نشست برگزار هم نشد. با گفته او، این تیم از 170 تا 180 میلیون دلار در پیکارها برای پیروزی مصرف کرد که توزیع پول از 5,000 تا 150,000 دلار بخش از برنامه ها برای افراد مشخص بود. او از کمیسیون مستقل انتخابات نیز سخت انتقاد کرد و افزود که به برنامگی این نهاد سبب شد تا شمار زیاد از نامها از فهرست رای دهندگان به گفته او به دلایل سیاسی حذف شده بودند و به جای آنها نامهای خیالی برای تقلب اضافه شدند. حکمتیار می افزاید که در حدود 1,000,000 رای غیر بایومتریک در صندوق ها ریخته شده است و کمیسیون باید به این پاسخ بدهد. او در این باره اضافه کرد که در نشست میان کمیسیون انتخابات و نامزدان انتخاباتی این کمیسیون گفته بود که تنها رای از طریق دستگاه های بایومتریک پیش خواهد رفت. به گفته وای سهمدار 25% در شرکت فراهم کننده دستگاه های شناخت بایومتریک در مالک حکومت آلمان است و نباید با چنین شرکت وابسته به حکومت و غیر مستقل قرارداد می شد. او همچنان از آنچه که مداخله دیپلمات ها در روند انتخابات می داند انتقاد کرد و افزود که با دیپلمات های کشورهای خارجی کی اجازه داده است که به کمیسیون ها انتخابات هر روز سر بزنند مشاور در این کمیسیون ها داشته باشند. او نیز از مردم خواست تا روند انتخابات را جدی بگیرند.
زیرا به گفته وی در باره سرنوشت آنها بازی خواهد شد و از مردم خواست که در باره تقلب در انتخابات بی تفاوت نباشند. دوستان عزیز، ما منتظر انتقادات و پیشنهادات سالم شما جهت بهتر شدن محتویات بعدی این کانال می باشیم. لطفاً نظریات نیک و مثبتتان را برای ما در کامنت بنویسید. این بود ویدیو امروزی. تا ویدیوی دیگر، الله یار و مددگار همه ایتان.